داستان خوانندگی هایده و مهستی. مادر هایده و مهستی به عنوان یک خانم مداح در هیئت‌های زنونه مداحی می‌کرده و مولودی خون بوده. از همون بچگی هایده و مهستی هم با مادرشون به مراسم مولودی می‌رفتن، ولی علاقه به خوانندگی در مهستی و هایده خیلی فراتر از نوح خونی و مداحی بود و اونها در نوجوانی تصمیم گرفتن که به کلاس‌های خوانندگی اکبر گلپایگانی برن و در سال 1342 وقتی مهستی 17 سالش بوده با پرویز یاحقی معروف شد و مهستی بعد از مدتی آموزش زیر نظر یاحقی نام هنری مهستی رو برای خودش انتخاب کرد و برای اینکه مجرد بود زودتر از خواهرش موسیقی رو پیگیری و دنبال کرد. با اینکه هایده بزرگتر از مهستی بود و در موسیقی شناخته شده تر هستش برای ما، ولی جالبه که بدونید مهستی کارش رو زودتر شروع کرد و اون بودش که خواهرش رو به محمود قربانی معرفی کرد و از طریق اون وارد موسیقی شد. مهستی در سال 1344 وقتی که فقط 19 سالش بود با حضور در برنامه گلها اولین تجربه خوانندگیش رو به صورت زنده به دست آورد. این موسیقی بودش که سرنوشت زندگی اون رو تغییر داد، تا جایی که کم کم به بانوی آواز گلها و دلها مشهور شد. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودیم. برای اینکه ویدیوهای بعدی کانال رو از دست ندین حتما سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم یادتون نره که روشن کنین. ممنون که لایک میکنین، از ما حمایت میکنین. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشین. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدارتون.